بسم الله الرحمن الرحیم روز بسیار مبارکی هست روز نوزده بهمن روز نیروی هوایی و روزی که افتخار بزرگی شامل حال نیروی هوایی در سال پنجاب و هفت شد که تونستن به محضر امام شرفیاب بشن و اون روز یک تحول بسیار بزرگی رو در انقلاب اسلامی و روند پیروزی ملت ما شاهد بودیم. باید روز 19 بهمن رو به عنوان روز ملحق شدن نیروهای مسلح و به ویژه نیروی هوایی به انقلاب و ملت لقب بدیم و کار بسیار بزرگی انجام گرفت البته بعدم در مراحل مختلف تا امروز همواره نیروی هوایی مسئولیت بسیار سخت و سنگینی رو بردوش داشته و افتخارات بسیار بزرگی رو آفریده به ویژه در دوران هشت سال دفاع مقدس کار بزرگ نیروی هوایی هم از لحاظ پروازهایی که داشت انجام میداد داخلی و خارجی و همچنین در زمینه پدافند هوایی و در اینجا باید یاد کنم از شهید بابایی و شهید ستاری که نقش بسیار بزرگی رو در دفاع مقدس بر عهده داشتند و همچنین از همه خلبانان و از همه پرسنل نیروی هوایی جمهوری اسلامی ایران امروز برای ما روز بسیار خوشحال کننده ای بود به خاطر افتتاحایی که ما شاهد بودیم هم در زمینه بخشای مختلف کشاورزی از جمله در زمینه گلخانه و خب همین یک روز ما شاهد حدود یک هشتم گلخانه کل دولت های گذشته تا سال 92 بودیم تا سال 92 کل گلخانه های ما 8000 هکتار بوده و امروز تقریبا حدود 1000 هکتار و 954 هکتار ما شاهد افتتاح گلخانه در سراسر کشور بودیم بسیار مهم جهاد کشاورزی در واقع بزرگترین پایه برای سلامت جامعه برای حیات و زندگی مردم و همچنین برای امنیت مردم هست اگر مواد و محصولات کشاورزی در اختیار جامعه نباشه و ما محتاج به بیرون باشیم خب معلومه چه مشکلات زیادی در شرایط حساس ما پیدا میکنیم خب در همین ایام کرونا ما شاهد بودیم که خب همه مرزها به خاطر کرونا بسته شد یعنی همچون چیزی در ذهن نمی آمد در این قرن که روزی فرا برسه که همه مرزهای دنیا بسته بشه نه برای یه روز برای یک ماه برای دو ماه مرزها بسته بشه خب وقتی کشور مرزاش بسته میشه اگر در گندمش در زندگیش در مواد غذاییش نیازمند باشه چه وضعی پیش میاد ما تو اروپا دیدیم تو همین اوایل کرونا دوچار مشکل شدن در فروشگاهاشون به خاطر حمل و نقل به خاطر اینکه حالا مواد غذاییشون در برخی از کشورها به طور مداوم چون متصل این اتحادی اروپا با هم از یک کشور دیگه مواد غذایی مثلا سه روز بعدش می آمده و وقتی این مرز بسته میشه ما دیدیم چه وضعی در فروشگاه ها به وجود آمد بنابراین بسیار مهمه در شرایط جنگ در شرایطی که دیگران میخوان به ما فشار وارد کنند در شرایط تحریم در شرایط جنگ اقتصادی مسئله مواد غذایی و کشاورزی با همه چیز متفاوت هست واقعا در کنار آب دیگه غذا هست و سلامت مردم، صحت مردم با این مسئله هست و به همدلله در این دولت یکی از افتخارات ما در طول این هفت سال و نیم این بوده که کار بزرگی در زمینه های مختلف در اینکه بذر مناسب در اختیار کشاورز قرار بگیره خیلی مهمه شما یک تار زمین داری با همون یک تار زمین با همون آب وابسته به بذر با یه بذر ممکنه دو تن برداشت کنی با یه بذر ممکنه ده تن برداشت کنی پنج برابر میشه محصول شما و این بسیار حائز اهمیت تجهیزات کشاورزی اگر تجهیزات کشاورزی نباشه خب تراکتور نباشه، کمباین نباشه، وسایل مختلف نباشه، یه جور هست برداشت محصول در زمان کوتاه امکان پذیر نیست، شخم زمین در عمقی که مورد نیاز هست امکان پذیر نیست، اینا همه در کنار همه حالا از کودش گرفته، سمش گرفته، نحوه استفاده از زمین این کاری که امروز خب چهل و دو کانال فضای مجازی در اختیار کشاورزان قرار گرفت برای اینکه بتونن در کلاس های آموزشی شرکت بکنن نکات مورد لازم رو از اساتید لازم دریافت کنن سوال بکنن و پاسخ بشنوند بسیار حائز اهمیت همه اینها برای اینکه ما بتونیم از زمین محدود محصول بیشتر استفاده کنیم چون گسترش زمین به سادگی نیست که ما بتونیم زمین کشاورزی رو گسترش بدیم آب هم به سادگی نیست که ما بتونیم آب رو توسعه بدیم هم محدودیت در خاک داریم هم محدودیت در آب داریم پس بنابراین باید کاری کنیم از آب محدود و از خاک محدود بتونیم محصول بیشتری استفاده کنیم و بهره برداری کنیم این که در این دولت ما سالها تونستیم در زمینه نان خودکفا بشیم رو پای خودمون وایسیم در گندم خودکفا بشیم حالا بعضی از سالها هیچ نیاز نداشتیم گندم وارد کنیم در بعضی از سالها ممکن بود برای گندم در بخش صنعت نیاز داشته باشیم به مقداری وارد کنیم اما برای نونوایی ها برای اینکه مردم نان خودشون رو دریافت بکنن ما رو پای خودمون ایستادیم خودکفا شدیم این کار بسیار مهم حالا غیر از مسئله ارز غیر از مسئله واردات غیر از مسئله تحریم همه اینا رو کنار هم قرار بدیم اینکه کشور بتونه در سفره نانش نان کشاورز خودش باشه حالا در گوشتش هم همینطوره در سایر محصولات هم همینطوره در سبزیجات هم همینطوره در میوه هم همینطوره این افتخار برای یک کشور نیازمندیش رو پای خودش باشه به دست کشاورزان عزیزش باشه خب در این هفت و نیم سال کار عظیم و بزرگی در کشاورزی انجام گرفت در صد سازی ها انجام گرفت در کنالکشی ها انجام گرفت در زهکشی ها انجام گرفت ما در افتتاح قبلی در زهکشی در استان گلستان یک کار بزرگی شد هفتاد و هشت هفتاد و هشت هزار هکتار زهکشی در یه روز افتتاح شد این هفتاد و هشت هزار هکتار زهکشی کار بسیار عظیم و بزرگ و کم نظیری بود یا بی نظیر بود که ما بتونیم در یه سال این همه زمین رو آماده بکنیم این خب ما دیدیم در سیل گلستان همین زهکشی ها در روز سیل تبدیل شد به نهر آب و تونست بخشهایی رو از گلستان نجات بده بنابراین بسیار حائز اهمیتی که ما چگونه بتونیم این وزارتخونه بسیار مهم وزارتخونه ای که برنامه‌ریزی هدایت برخی از مواد مورد نیاز به دست او هست باید وارد بکنه اما اصل کار کشاورزی به دست کشاورزان عزیز ماست اینکه که میلیون چار میلیون و سی هزار نفر در سراسر کشور امروز در بخش کشاورزی مشغول فعالیتن برای ما بسیار مهمه ما تشکر میکنیم از همه این چهار میلیون و سیصد هزار عزیزی که در بخش کشاورزی فعال هستند و تشکر میکنیم از کشاورزان نمونه ای که امروز لوح دریافت کردند و هر ساله عدهای در این زمینه نمونه خواهند بود در فعالیت کشاورزیشون برایشون آرزوی موفقیت میکنیم و مطمئن هستیم که این مسیر میتونه مسیر خودکفایی و استقلال کشور رو در بخش غذایی و امنیت مردم رو در بخش غذایی تعمیم بکنه و امیدوارم ما تا پایان دولت همین راه رو ادامه بدیم کما اینکه ما افتتاهای بسیار بزرگ دیگر هم در زمینه کشاورزی انشالله اگر خدا توفیق داد تا پایان دولت خواهیم داشت امروز ما شاهد حدود پنج هزار میلیارد تومان افتتاح بودیم با اشتغال نزدیک دوازده هزار نفر که مشغول کار شدند و این رو به ملت بزرگمون در این دهه مبارک تبریک میگیم و سلام علیکم و رحمت الله